خب در این قسمت قصد داریم که یه توضیح مختصری در مورد بخش آنالوگ نرم افزار مینی پی ال سی لوگو خدمتتون ارائه کنیم. همونطور که مشاهده میکنین قسمت آنالوگ از سه گزینه تشکیل شده: ورودی آنالوگ، خروجی آنالوگ و آنالوگ فلگ که همون مموری با ورودی آنالوگ هست. ما هر ستای این قسمت ها رو توی بخش دیجیتال داشتیم، با این فرق که در اون قسمت ها ورودیمون، خروجیمون و مموریمون به صورت دیجیتال بود و اینجا به صورت آنالوگ خواهد بود. به تنهایی این گزینه ها استفاده نمیشه، ما از این گزینه ها با استفاده از این بخش میتونیم در واقع ازشون استفاده کنیم که قسمت آنالوگ خواهد بود که در قسمت مربوط توضیحات لازم داده خواهد شد که ما میتونیم اینجا ببینیم که این پارامترها و این ابزار مورد استفاده ما در قسمت آنالوگ خواهند بود. یه توضیح مختصری بخوام در این قسمت فقط بدیم اینه که ما وقتی که وارد قسمت مشخصات حالا ورودی آنالوگ که میشیم، میتونیم پارامتر، کامنت و سیمولیشن رو مثل همون حالت دیجیتال ببینیم. از این قسمت شما میتونی بیای و انتخاب کنی که این ورودی آنالوگتون میخواد به صورت ولتاژی باشه یا به صورت جریانی باشه. و برای حالت خروجی آنالوگ هم در واقع به همون شکل هست که شما میتونی ببینی و در این قسمت شما میتونی مشخص کنی که در زمانی که مینی پی ال سی به حالت استوپ میره، میخواین که ارزش خروجی ها به چه شکل باشه، همون مقدار خروجی ها حفظ بشه و یا تغییرات داشته باشه. این قسمت هم که مربوط به نمایش در واقع اون دیسپلی یا صفحه مینی پی ال سی مون هست که میخواییم چه چیزی نمایش داده بشه و پسورد و نام و بقیه موارد. و برای مموری هم شما میتونید مشاهده کنید که ما اینجا میتونیم مموری رو مشخص کنیم چه شماره شد و این هم کامنت هست که توضیحات رو میدید. فقط به صورت خیلی ساده من یه حالتشو براتون نشون میدم. به این صورت هست که شما میتونی اینجا تغییرات رو به این صورت اعمال کنی که ما دیگه حالت صفر و یک نداره، یا حالت آنالوگ و یا پیوسته است که شما میتونی این کار رو انجام بدی. دقت اگه بکنید میبینید که چون هیچ واسطه و یا هیچ تابعی بین این ورودی آنالوگ و این مموریمون نیست، مقدار این ورودی آنالوگ دقیقا به این مموریمون انتقال داده میشه. میبینید که اینجا 435 ورودیمون هست، خروجیمون هم 435 هست، این ما دقیقا داره منتقل میشه. یه سری پارامترهای سر راه این ورودی قرار میگیره و از اون توابع به خروجیامون، خروجی آنالوگمون انتقال داده میشه که خدمتتون عرض کردیم که اون توابع در این قسمت هست که حالا به موقعش توضیح خواهیم داد. مورد دیگه فعلا در این قسمت نیست به جز این که شما بعد در این قسمت من توضیح مختصر دیگه باید بدم که باید سیمولیشن رو شما دقت کنید. این 0 تا 1000 که شما در اینجا میبینید در واقع همون 0 تا 10 ولت هست که شما داری معادلش میکنی. یعنی من اگه بیام اینجا و روی مثلا 500 وایسم، اینجا در واقع این 500 در واقع 5 ولت رو به ما نشون میده که ما اومدیم بازه 0 تا 10 ولت رو در واقع به 1000 قسمت تقسیم کرد.